کنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان بسیار عزیز و ارجمند. خداوند رو سپاسگزار هستم که این توفیق همچنان باقی است که می توانیم در خدمت دوستان و دوستداران ادب باشیم و با همدیگه اشعار حافظ و مولانا و سعدی رو به لطف خداوند بخونیم و ایشالله که بتوانیم که ازش بهره برداری های لازم رو داشته باشیم و این بهره برداری ها تأثیر گذار باشه در روح و جان و رفتار و گفتار و کردار ما. من با اجازتون بدون مقدمه میرم و اسکرین شیر میکنم و طبق سنتمون ابتدا با سعدی شروع میکنم. اینجا من فکر میکنم که بله دوستان اشعار سعدی رو میبینن دیگه، نه؟ اینو جمعش کنم. بله میبینم. غزل با ردیف است. بله بله. هنر معتبر. بله. این غزل شماره 65 میگه که ای به یاران دوستان، هنر است سخن دشمنان نمعتبر است. مهر مهر از درون ما نرود ای برادر، که نقش بر حجر است. چه توان گفت در لطافت دوست، هرچه گویم از آن لطیفتر است. آن که منظور دیده و دل ماست، نتوان گفت شمس یا قمر است. هر کسی گو به حال خود باشید ای برادر، که حال ما دگر است. تو که در خواب بوده ای همه شب، چه نصیب از بلبل سحر است. آدمی را که جان معنی نیست، در حقیقت درخت بی ثمر است. ما پراکندگان مجموعیم، یار ما غایب است و در نظر است. برگ تر خشک می شود به زمان، برگ چشمان ما همیشه تر است. جان شیرین فدای صحبت یار، شرم دارم که نیک مختصر است. اینقدر دون قدر اوست، ولیک حد امکان ما همین قدر است. پرده بر خود نمی توان پوشید ای برادر، که عشق پرده در است. سعدی از بارگاه قربت دوست تا خبر سعدی از بارگاه قربت دوست تا خبر یافته است بی خبر است. ما سر اینک نهاده ایم به تو، تا خداوندگار را چه سر است. خب ببینید که شعر بسیار زیبایی از غزلیات سعدی، غزل شماره 65، همینطور ادامه داریم میدیم و میریم بالا. جالب هم هستش که شعر به گونه ای سروده شده که تو گویی که هیچ شخص خاصی به سلام مخاطب سعدی نیست، یعنی با معشوق صحبت نمی کنه. انگار که یه خطابه به همه جهانیان داره میگه، و همه کسانی که صداش رو میشنون داره صحبت میکنه و مسائلی رو مطرح میکنه که خیلی زیباست. حالا ببینید چی میگه. میگه ای به یاران و دوستان، هنر است سخن دشمنان نمعتبر است. ای به یاران و دوستان هنر، یعنی وقتی که یه کسی در دیدگاه کسی دیگه‌ای دوست داشته شده هستش، عیبش رو اون شخصی که دوستش داره نمیبینه. سخن دشمنان را معتبر نیست. البته یادتون باشه همین جناب سعدی توی گلستان خاطرتون بود میگفتش که من خیلی از دوستانی که عیبای من نمیبینند و به این تذکر نمیدن راضی نیستم. چقدر خوبه یک دشمن شوخ چشمی باشه که عیبای من رو به این بگه که بتونم خودم رو اصلاح کنم. ولی به هر حال این وادی محبت همینه دیگه. از دوست وقتی با آدم یه ناراحتی هم که میرسه، اون محبت پوشش میده ناراحتی رو. برحال. اما این نکته قشنگه. میگه مهر مهر از درون ما نرود ای برادر، که نقش بر حجر است. دیگه یه مهر مهر معشوق بر قلب ما زده شده،
شنیدید میگن که العلم فی الصغر که نقش فی الحجر معروف دیگه، میگن که کسی که علم رو در کودکی میآموزه مانند نقشی است که بر سنگ کنده میشه. اینا میگه مهر عشق در قلب ما زده شده مثل نقشی که بر سنگه، بنابراین با این سادگی ها این مهر از بین نمیره و محبت ما پایدار. چه توان گفت در لطافت دوست، هر چه گویم از آن لطیف‌تر است. میگه لطافت دوست معشوق من اونقدر زیاده که هر چه بگم لطیفه بازم از اون لطیف‌تره، دیگه قابل توصیف نیست. آن که منظور دیده و دل ماست، نتوان گفت شمس یا قمر است. زیبایی به اصطلاح معشوق ما انقدر هست که نمیتونیم بگم شمس یا قمر، هر دو هم شمس نماد روشنی و زیبایی و گرما و زندگی بخشی، قمرم که در ادبیات فارسی همیشه مظهر زیبایی. هر کسی گو به حال خود باشی، ای برادر که حال ما دیگر است. یه برای ما مهم نیست دیگران در هر حال و روزی که هستن باشن، خب مفت چنگ خودشون، اما حال ما حال دیگری است. ما در وادی عشق و عاشقی داریم حرکت میکنیم، اساسا حال ما قابل مقایسه با حال دیگران نیست. تو که در خواب بوده ای همه شب، چه نصیب از بلبل سحر است. ببین دو مرتبه اون دفعه هم بحث کردم، حافظم همینه میگه، میگه که جام صبوحی یا صبوحی زدگان، ایاتون باشه جلسه گذشته بحث میکرد. اینا دوز همیشه تو گویی که این سحرگاه برای عرفای ما و شعرهای ما که در وادی عرفان سخن میگویند خیلی لحظه دلانگیزی بوده که میتوانستن اون کشف و شهود و ارتباط رو برقرار کنن. بنابراین توبیخ میکنه، میگه ای کسی که تو همه شب در خوابی، نصیبی از به اصطلاح بلبل سحر و نغمه بلبل سحر رو نخواهی داشت. اون کسانی که سحرگاه بیدار میشن اون نصیب سخن بلبل یا نجوا و نغمه بلبل به گوششون میرسه. آدمی را که جان معنی نیست، در حقیقت درخت بی ثمر است. بله انسان بزرگ میشه، بالاخره دوران کودکی داریم. ما مثل درختم همینطوره دیگه، درختم یه دورانی داره. ما در کشاورزی میگیم رشد ویجیتیتیو و بعد میگیم رشد جنراتیو، یعنی هر گیاهی تا یک دوره‌ای بعد به رشد رویشی به اصطلاح داره تا به یک مرحله تکاملی میرسه که هورمون‌های تولید جنسی درش فعال میشه، به بلوغ میرسه. همون چیزی که مثل انسان به بلوغ میرسه، اون وقت شروع میکنه به گل دادن و به اصطلاح و تولید گل و میوه میکنه. حالا البته ما در گیاهان دو نوع گیاه داریم، یه سری بهشون میگیم دیترمینیت پلانتس، یه سری میگیم این دیترمینیت پلانتس. دیترمینیت پلانتس یعنی گیاهانی هستن که در یه دوره خاصی شروع میکنن یه بار گل میدن، مثل سویا، مثلا اینجوری یه بار گل میدن و گلشون دیگه تبدیل به دانه میشه، بعدم زندگی گیاه تمام میشه. اینا میگن دیترمینیت. یه سری هم مثلا این دیترمینیت هستن، یعنی چی؟ مثلا خیار، مثل گوجه فرنگی، شما از یه دوره شروع میکنید به گل دادن و میوه دادن، ولی این گل و میوه دادن همچنان تداوم پیدا میکنه. یعنی شما در یه مرحله میبینید خیار آماده برداشت هست که میتونی بچینی، در این حال گلهای تازه قنچه در حال باز شدن هم هست که میخواد در ادامه تبدیل به خیار بشه. اینو میگن این دیترمینیت، یعنی در یک دوره. حالا دقت کنید، میگه که انسان ها مثل درخته، انسانی که به یک مرحله از بلوغ میرسه اگر مفاهیم و معانی به اصطلاح جهان هست رو درک بکنه اون انسانه، اما اگر نه همچنان فقط به رشد ویجیتیتیو ادامه بده، هیکلش بزرگ بشه، درشت بشه، به سن بلوغ، به سن به اصطلاح چیز برسه، با به اصطلاح بزرگی و بلوغ فیزیکی به قول معروف برسه و بعدم پیر بشه، اما معانی در قلب او ایجاد نشه، مثل درخت بی ثمری هستش که هیچ فایده ای نه برای خودش داره و نه برای اطرافیان داره. خیلی نکته زیبایی.
ما پراکندگان مجموعیم، یار ما غایب است و در نظر است. این نکته خیلی جالبی از نظر عرفانی که ما به بحث وحدت و کثرت میپردازیم، یه جنبه فلسفی داره. ما معتقدیم که جهان هستی وحدت دارد از آن دیدگاه که مخلوق خداوند است، و کثرت دارد بدان مفهوم که تمام موجودات جهان هستی نمادی از خود خداوند هستند. یعنی در واقع ما میگیم خدا واحد است و در عین حال در تمام جهان هستی هم حضور دارد. پس بنابراین همه آب و باد و خاک و گیاه و حیوان و جانور و میکروب و انسان و همه موجودات عالم نمود و نمادی از حضور و وجود خداوند است. بنابراین ما وحدت در کثرت داریم. اینم داره همین میگه، میگه ما پراکندگان مجموعی، ما زمینی که پراکنده هستیم در این حال یکی هستیم. یار ما غایب است و در نظر است. یاری که غایب است و در نظر است کیست؟ خداونده. خیلی زیبا توی این یه خط این فلسفه به اصطلاح وحدت و کثرت رو بحث میکنه. برگ تر خشک میشود به زمان، برگ چشمان ما همیشه تر است. خیلی هم این قشنگه. این در فراق معشوق میگه، میگه برگ تر خشک میشه اما برگ چشمان ما همیشه چیه؟ تره. برای اینکه همیشه ما به یاد معشوق هستیم و در فراقش هم مثلا گریه هم میکنیم. جان شیرین فدای صحبت یا، شرم دارم که نیک مختصر است. حالا جان شیرین همون روح انسان دیگه، جان انسانی که برای ما خیلی هم شیرینه، همه دوست دارن که به قول معروف چیکار کنن، جونشون رو حفظ کنن، بر قیمتی خیلی ارزشمنده. ولی میگه من این جان شیرین خودم رو فدای صحبت یار میکنم. صحبت یار یعنی چی؟ یعنی در مجاورت یار قرار گرفتن، در حضور یار بودن. شرم دارم که نیک مختصر است. میگه تازه این که گرانبهاترین به اصطلاح سرمایه هستی من هستش، من شرمناکم که بسیار کمه برای هدیه کردن در حضور یار بودن. اینقدر دور قدر اوست ولی حد امکان ما همینقدر است. این دیگه مشخصه، میگه این به اصطلاح خیلی کم ارزشه ولی دیگه ما سرمایه بالاتر از این نداریم که بخوایم فدای یار کنیم. میگه پرده بر خود نمیتوان پوشید ای برادر که عشق پرده در است. میگه من که عاشق هستم نمیتونم عشق خودم رو چیکار کنم؟ پنهان کنم، زیرا که عشق پرده دری میکنه و من رو رسوا میکنه. نمیتونم کتمان کنم عشق و محبت خودم رو نسبت به یار. بعد میگه که سعدی از بارگاه قربت دوست تا خبر یافته است بیخبر است. به این بالا که میگه جان شیرین فدای صحبت یار، شرم دارم که نیک مختصر است، این به همون بیت برمیگرده. میگه که وقتی که به قول معروف سعدی به قربت، به نزدیکی بارگاه دوست رسیده، دیگه چی شده؟ حیران شده و از خود بیخبر شده. یعنی وجودش در وجود یار چی شده؟ محو شده. مثل همون داستانی که توی گلستان گفت که بوستان گویا که قطره باران ز ابری چکید، وقتی که به اقیانوس رسید مات و مبهوت شد و گفت اگر آب اینه پس من کیستم، و در آب محو شد و حیرت رسید. اینم همینطوره. میگه تا از بارگاه قربت دوست خبر یافت، دیگه از خودش چی شد؟ بی خبر شد، خودش باخت. ما سر اینک نهاده ایم به تو تا خداوندگار را چه سر است. میگه ما الان سر طاعت به زمین گذاشتیم، من سعدی، تا ببینیم خداوند نسبت به ما چه میخواهد تصمیمی بگیره. خب این غزل شماره 65. ببینیم که غزل شماره 66 ما چیه. به به اینه، می‌فرماید که هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشق بازی دگر و نفس پرستی دگر است. نه هر آن چشم ببینند سیاه است و سپید، یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است. هر که در
آتش عشقش نبود طاقت سوز گو به نزدیک مرو کافت پروانه پرست گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است آدمی صورت که دفع کند شهوت نفس آدمی خوب شود ورنه همان جانور است شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ بده ای دوست که مستسقی از آن تشنه تر است من خود از عشق لبت فهم سخن می نکنم هرچ از آن تلخ دارم گر تو بگویی شکر است بر به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست خصم آنم که میان من و تو بر به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست خصم آنم که میان من و تیغت سپر است من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر بند پایی که به دست تو بود تاج سر است دست سعدی به جفا نکسلد از دامن دوست ترک لولو نتوان گفت که دریا خطر است خب دقت می فهمید که اینجا خیلی مشخصه که سعدی در واقع به نوعی معشوق رو خطاب قرار میده ابتدا یه سری بحثای عمومی میکنه به اصطلاح اناونسمنت میکنه به قول این فرنگی ها بحثای عمومی در وادی صلاحیت های انسان هایی که در مسیر سیر و سلوک میخوان حرکت کنند میکنه و بعد خطاب به معشوق صحبت داره میکنه ابتدا اینه میگه این چیزی که به ما داره میگه میگه هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است ببین صاحب نظر بودن یعنی دارای بینش بودن دارای بینش بودن یعنی این که با معرفت به جهان هستی نگاه کردن ما توی انگلیسی میگیم looking to something یا to see something حتی دیدید گاهی اوقات میگه که طرف یه حرفی میزنه میگه که yes I see what you mean دیدید طرف میگه yes I see what you mean این که من میبینم تو چی چه منظوری داری که معنی نداره یعنی چی؟ یعنی من درک میکنم مطلب شما رو من درک میکنم این کلمه see دیدم و to look at something یعنی نگاه کردم خیلی با هم دیگه متفاوته میگه پس مروری ما نمیتونیم بگیم همه صاحب نظر هستن زیرا که عشق بازی وادی دیگری است و نفس پرستی هم وادی دیگری است پس کسانی که صاحب نظر هستند در وادی عشق بازی به اصطلاح حرکت میکنند میگه نه هر آن چشم ببینند سیاه است و سپید یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است دقت کنید اینجا دو تا کلمه خیلی زیبا به کار برده یکی کلمه چشم که تو این بیت اول به کار برده میبینید چشم اینجا هم چشمه بصر اینم یعنی چشم هر دو معنی چشم اما این چشم بیشتر برمیگره به همین چشم فیزیکی که انسان داره اما این چشم از ریشه چیه بصیرت میاد یعنی آگاهی یعنی درک از راه دیدار دقت بکنید پس برای بهمیه که هر چشمی که شما نگاه کنید سفید و سیاست ما بله میشه چشم اما اون چشمی بصر است که سیاهی رو از سپیدی چیکار کنه تشخیص بده یعنی بتونه قدرت تشخیص حق از باطل رو بده قوه تشخیص داشته باشه خیلی زیباست هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز گو به نزدیک مرو کافت پروانه پرست میگه هر کسی که طاقت سوختن در آتش عشق رو نداره بهش بگید که بی زحمت به دورور عشق هم نزدیک نشه زیرا که آفت پروانه پر اوست برای چی؟ برای که پروانه با پرش به شمع نزدیک میشه و بعد میسوزه دیگه میگه بربرین کسانی که طاقت سوختن ندارن بهشون بفرمایید که بی زحمت در وادی عشق هم حرکت نکنن چون میسوزن اگر هم سوختن باید طاقت سوختنش رو داشته باشن وگرنه بی زحمت عقب گرد میکنن و نمیتونن مسیر رو طی کنن میگه گر من از دوست منالم
نفسم صادق نیست، خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است. دو تا نکته خیلی قشنگی رو میگه. میگه اولا کسی به اصطلاح از دوست به قول معروف خبر میده یا میناله که خودش رو در مقابل دوست اساسا میبینه، یعنی منی در حضور او وجود دارد که من ناراحتم، مثلا حالا من میخوام به او برسم. پس من اگه به این مرحله هنوز رسیده که هنوز خودو میبینه، خودش با خبره، اصلا اون هنوز به دوست نرسیده، اون اصلا نباید حرف بزنه. ولی اگه یکی رسید، مولانا میگه که من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی حکایت میکنم. دقیق میفهمید چی؟ خیلی نکته جالبه. میگه من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی حکایت میکنم، یعنی من هرگز از معشوق شکایت نمیکنم، چرا که معشوق هر بلایی که به سر من بیاره عین زیبایی است، عین ثوابه، عین خوبیه، برای این هیچ شکایتی نمیکنه. توی اون شعر بند اول بسیار مثنوی میگه بشنوی ای دوستان، نه اون که میگه اول شعر مثنوی میگه که بشنو این نی چون شکایت میکند از جدائی ها حکایت میکند، که اینو همیشه غلط میخوام میگن بشنو این نی چون حکایت میکند از جدائی ها شکایت میکند. میگه نه، من اینو رفتم خودم توی قونیه رو نسخه اصلیه که توی موزه قونیه بود خودم خوندم، بشنو این نی چون شکایت میکند از جدائی ها حکایت میکند. یعنی چی؟ میگه اصلا این شکایت نیست، حکایت دوری ما از خداونده و اون رو من دارم قصتشو میگم برای شما. این هم همین. پس میگه که گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست. میگه من اگر از دوست بنالم و شکایت کنم، این نشون میده که من صداقت ندارم در گفتار و کردارم و عشقی که نسبت به او دارم. خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است. پس بنابراین اون کسی که هنوز خودشو میبینه و خبر از خودش داره، پس معلومه که به دوست هنوز نرسیده. کسی که به دوست رسید محو در اون میشود، دیگه خودی وجود نداره که بخواد بگه من ناراحتم یا ناراحت نیست. آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس، آدمی خوب شود، ورنه همان جانور است. حالا یکی از نکات سیر و سلوک را برای شما داره میگه. میگه اگر تو تونستی به عنوان یک انسان راه روی سالک شهوت نفس خودت رو به اصطلاح از بین ببری، اون وقت به آدمی خوی شدن رسیده ای، وگرنه همون جانور هستی. چون شهوت نفس در جانور هم وجود داره به سطح غریزی، در ما هم وجود داره. بس بربریم اگه ما نتونیم این رو کنترل کنیم، بربریم مثل همون حیوانات داریم عمل میکنیم که فصل شکه میشه دیگه خواهر و مادر و دختر و این چیز هم حالیش نیست، دوست و فلان هم حالیش نیست، کار خودشو. بعد میگه که شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ. ببین اینجا دو مرتبه برمیگرده به اون بحث، این که اون کسی که در وادی عشق حرکت میکنه اصلا براش مهم نیست که سختی میبینه یا لطف داره میبینه. میگه شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ، بده ای دوست که مستسقی از آن تشنه تر است. میگه از دست معشوق چه شربت شیرین باشه چه شربت تلخ باشه اصلا برای من مهم نیست، بده، زیرا که مستسقی یعنی کسی که استسقا داره، یعنی اونایی که تشنه هستن و هرگز تشنگیشون از بین نمیره، هر چقدر آب میخورن تشنگیشون از بین. میگه ما از این حرف تشنه تریم، شربت به ما بده چه تلخ باشه چه شیرین، و هرچه از دست تو برسه، هرچه از دوست سد نیکوست. من خود از عشق لبت فهم سخن می نکنم، هرچه از آن تخترم گر تو بگویی شکر است. می دو مرتبه تبیین همون بیت بالایی، میگه من به عشق لب تو، به لب تو دارم نگاه میکنم، اصلا نمی فهمم که چی داری میگی. این داستان خیلی جالبه، اینو توی چیز توی نظامی گنجوی وقتی داستان شیرین و فرهاد رو میگه،
میگه وقتی که شیرین میره تو چادر فرهاد، فرهاد توی کوهستان زندگی میکرد و تو دامنه کوه زندگی میکرد، وقتی که میگن که یه همچه آدمی وجود داره که میتونه اون قصر مورد نظر شما رو، یعنی به شیرین بیاد قصر مورد نظر تو رو برات بسازه، میگه کیه؟ میگن فرهادی نامی هستش و چنین و چنان و اونجا زندگی میکنه. فرهاد هم مرد خیلی نیرومند و پرقدرتی بوده. میره که ببینتش که باهاش مثلا صحبت کنه که سفارش بده من همچین قصری میخوام توی سنگ مثلا تراشیده بشه، نمیدونم از بالاش جوی جاری باشه که گوسفندا رو اون بالا بدوشن، بعد شیرش از توی این جوی سنگی بیاد بره داخل مثلا یه حوضچه وانی که من مثلا برم اون توش مثلا خودم رو بشورم مثلا پوستم نرم بشه، از این صحبت ها اینطور. علیه ها وقتی که وارد میشه و با فرهاد وارد صحبت و مذاکره میشه، زیبایی شیرین اون چنان فرهاد رو میگیره که اصلا فرهاد نمیفهمه که این داره چی میگه. اون داشت حرف میزد و توضیح میداد و مثلا ولی اون فرهاد از خود بی خود بود، مدهوش بود، به یک حالت بهت زدگی رسیده بود. این خیلی نکته جالب. بعد میگه که اینم میگه من خود از عشق لبت فهم سخن می نکنم، من از عشق لبتو نمیفهم اصلا چی داری میگی. هرچه از آن تخت درم گر تو بگویی شکر است. برای من یه فرق نمیکنه، تو هر چی میخوای بگی بگو، حتی تلخم که به من حرف بزنی بس من مثل شکره، شیرینه. اون توی شعر قبلی گفتش که عیب های معشوق برای عاشق همیشه زیباست، هیچ چیز زشت ندارم. بعد میگه که بر به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیست، خصم آنم که میان من و تیغت سپر است. میگه تو اگه با شمشیرم که منو بزنی من با تو دشمنی نمی کنم، عاشق اینم که منو بزنی، من خصم اون کسی هستم که مثل سپر بخواد بین من و تو وایسه که نظر تیغ تو به من بخوره، من دشمن اونم. اینو مولانا خیلی زیبا میگه، میگه که من توی شعراش توی مثنوی میگه من مثل آهویی هستم که در دست تو گرفتاره، همه نگرانی میره که یه وقت منو نخوری. چقدر زیباست. بگه من مثل آهوی هستم که در دست تو اسیرم، همه نگرانی میره که یه وقت تو مثلا بخوای به من رحم کنی منو نخوری، من عاشق اینم که تو من نابود کنی، تو منو بخوری. بدونی برای چی؟ برای که اگر آهو به وسیله شیر خورده بشه جزئی از وجود شیر میشه. نکته رو گرفتی؟ خیلی نکته زیباییه. میگه آهو اگر به وسیله شیر خورده بشه، این آرزوی آهوه، چون میشه شیر، حالا دیگه میشه شیر، میشه جزء شیر. اینم خداوندم، این در حضور خداوندم همین حرف رو میزن. بعد میگه من از این بند نخواهم به در آمد همه عمر، بند پایی که به دست تو بود تاج سر است. این همون دو مرتبه همون وادی عشق رو میگه، میگه که من از بند به اصطلاح دام تو بیرون در تمام عمر بیرون نخواهد آمد، زیرا که بندی که تو بر پای من میزنی از تاج پادشاهی به اصطلاح ارزشش بالاتره. دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست، دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست، ترک لؤلؤ نتوان گفت که دریا خطر است. میگه من دستم از دامن تو رها نمی کنم، من به فرض این که دریا وادی خطرناکی است دست از گرفتن لولو و مرجان بر نمی دارم. یعنی من میرم در دریای عشق تو، میرم پایین به هوس این که لولو و نمیدونم همین مروارید و مرجان و یا یاقوت به دست بیارم، برای من مهم نیست که چقدر این دریا خطرناکه، پای جونم هم بایستم. این نهایت سرسپردگی به صلاح عاشق نسبت به معشوق. این چقدر شعر قشنگی بود خدا وکیل. خب اما میم غزل شماره 67 رو ببینیم که بله اینجاست، شعر کوتاهیه. یک میگه فریاد من
فریاد من از فراق یار است، فریاد من از فراق یار است، و افغان من از غم نگار است. بیروی چو ماه آن نگارین، رخساره من به خون نگار است. خون جگرم ز فرقت تو، از دیده روانه در کنار است. درد دل من ز حد گذشته است، جانم ز فراق بیقرار است. کس را ز غم من آگهی نیست، آوخ که جهان نپایدار است. از دست زبانه در عذابم، زان جان و دلم همی فکار است. سعدی چه کنی شکایت از دوست، چون شادی و غم نبرقرار است. انقدر این شعر روون و قشنگ و واضحه که انصافا اصلا نیازی نداره که بخوام اینو ترجمه و تعبیرش بکنیم. من دیگه از این میگذرم، چون فوق العاده روان و قشنگه. نه متاسفانه این دیگه نهایت بزرگیشه. سرکار خانم ببینید دیگه از این میزن، از چیز بیرون، از پرده میزن بیرون. این خطاد سبز با اون زد تناقض پیدا میکنه. بله متاسفانه این مشکل این چیزاست، مشکل این مانیتور هاست، این مشکل مانیتوره. میدونم، من میدونم شما چی. بله متاسفانه کارش. و میگه که غزل شماره 60، میگه چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است، طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است. زنهار از آن تبسم شیرین که می کنی، که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. شمعی به پیش روی تو گفتم که بر کنم، حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان، امشب نظر به روی تو از خواب خوشتر است. در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست، که مخت خار پشت سنجاب خوشتر است. زان سوی بحر آتش اگر خانیم به لوت، رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است. زاب روان و سبزه صحرا و لاله‌زار، با من مگو که چشم در احباب خوشتر است. زهرم مده به دست رقیبان تندخوی، از دست خود بده که ز جلاب خوشتر است. سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود، خلوت خوش است و صحبت از ها خوشتر است. هر باب از این کتاب نگارین که برکنی، همچون بهش گویی از آن با خوشتر است. خب اینم می بینید که به نوعی ابتدا یک به اصطلاح معاشقه بین سعدی و معشوق، که زیبایی معشوق رو در واقع داره می ستاید. میگه چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است، طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است. ببینید چشمت خوش است یعنی چشم زیباست، در اثر خواب خوشتر است، در اثر خواب هم زیباتر میشه. یعنی چی؟ وقتی چشم انسان خمار میشه دیگه، موقع خواب خمار، میگه چشم زیباست، حالا که دیگه خمار هم که هست دیگه زیباتره، طعم دهانت هم که از شکر ناب شیرینتره دیگه. خب زنهار از آن تبسم شیرین که میکنی، که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. خب میگه تبسمی هم که میکنی از شکوفه زیباتره، از غنچه ای که شکوفه سیراب دیگه، شکوفه که خیلی تازه است و داره باز میشه، یعنی زیبایی دهان معشوق رو هم از کوچیکی به گل و گل شکوفه تشبیه میکنه. شمعی به پیش تو گفتم که بر کنم، حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. میگه من تصور داشتم پیش خودم، فکر کردم که بیام یه شمعی در حضور روشن کنم، اما چهره تو مثل ماه و نور چهره تو مثل مهتاب، بنابراین دیگه اصلا نیازی به شمع نیست. دوش آرزوی خواب خوشم بود یک زمان، امشب نظر به روی تو از خواب خوشتر است. دیشب میخواستم بخوابم، اما امشب میبینم نه بابا، همین فقط یه نگاهی به تو کردن از خوابیدن خیلی بهتره. من شوقشو میسته تو هم. در خوابگاه عاشق
سر بر کنار دوست یا در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست که مخت خوار پشت ز سنجاب پشته. این کی مخت یا کی مخت حالا هرچی هست به معنی پوسته، پوست حیواناتی که به اصطلاح به پوست خشنی هم دارن به اون میگن. میگه که اگر عاشق در کنار دوست باشه و سرش اونجا به بالین بره، اگر بر روی پشت خارپشت هم بخوابه ولی در کنار دوست باشه، این براش جذابتر از اینه که سرش روی سنجاب بذاره، پوست سنجاب که خیلی نرم و گرانبها و فلان هستش، اما در کنار دوست نباشه. بنابراین پس لطف حضور دوست انقدر زیباست که این جناب سعدی حاضره که چیکار کنه، صورتش رو روی پوست خارپشت بذاره ولی در کنار دوست بخوابه. خب زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف، رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است. ببینید این مثلا راه رفتن به روی آب، این داستان حضرت عیسی است دیگه. میدونید که در انجیل هم اومده که او بر روی آب حرکت کرد. بگذاریم، میگه که اگر تو اون ور آتش باشی ولی با لطف منو صدا کنی به من، با لبخند و لطف بگی بیا پلوی من، برای من خیلی آسان‌تره که رو آتش بیام که به تو برسم تا اینکه بخوام از روی آب عبور کنم. اینقدر یعنی شوق دیدار و شوق نزدیک شدن به تو رو دارم. بعد میگه که زاب روان و سبزه و صحرا و لاله‌زار با من مگو که چشم در احباب خوشت است. احباب جمع حب به معنی دوستان و یاران و محبوبان، کسانی که دوستشون دارید. خب دیگه که راجب به آب روان و سبزه و صحرا و گردشگاه و زیبایی هایی که در طبیعت وجود داره با من از این حرفا نزن. من همینقدر که چشمم به دوستان بیفته، اینه منظورش همون محبوب خودشه دیگه، من چشمم فقط به تو باشه، برام دیگه مهم نیست که در کجا باشم، هر جایی باشم ولی چشمم در چشم تو باشه، این برای من زیباتر. زهرم مده به دست رقیبانت موند بود، از دست خود بده که ز جلاب خوشتر است. جلاب همون شربت شیرین فلانه. میگه که تو به من زهر از دست رقیبان نده، خودت زهر به من بده، از شربت برای من اون زهر چه شیرین تره، چون از دست تو به دست من برسه. سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود، خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتر است. میگه من دیگه نمیرم خلوت نشینی کنم. بله خلوت نشینی خوبه، اما در حضور دوستان بودن این از خلوت بودن هم چیه بهتره. این ارزش یاران همفکر یا در حضور معشوق بودن رو هر دو رو میرسونه. خب اینم از این قضیه. میگه هر با از این کتاب نگارین که برکنی، همچون بهش گویی از آن با خوشتر است. این به اصطلاح نمیدونم این توی قرآن هست، این بله یکی از آیات قرآنه که میفرماید که مؤمنین وقتی که وارد بهشت میشن از هر باقی از بهشت که وارد میشن میگن چقدر این باغ زیباست، چقدر جای خوشیه، و وارد باغ دیگری که میشن میگن این از اون یکی هم باز زیباتره، و همینطور در هر باقی که وارد میشن این باغ زیباتر از باغهای دیگه است. یعنی میخواد بگه که زیبایی نهایت نداره در بهشت، زیبایی نهایت نداره. این هم داره همینه میگه که میگه هر باب از این کتاب رو از حفظ کنی مثل بهشته که میبینی که از باب قبلی باز زیباتره و به سرا آموزنده تر و قسم آموزنده. خب اما میاییم سراغ غزل شماره 69 رو نگاه کنیم. ببخشید من اینو یکم کوچک کنم. غزل شماره 69 اینجا هستش. به به دو مرتبه در همون وادی غزل قبلی 69 هم ادامه مثل غزل 68 میگه اشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است، می بر سما و بلبل خوشگوی خوشتر. میبینی به اصطلاح زیبا و زیباتر رو مرتب داره با هم مقایسه میکنه.
زیبا و زیباتر. ظاهر میگن اهم و فل اهم، یه جورایی مثل اون زیبا. میگه اشتراط خوش است و بر طرف جوی خوشتر است. بله اشتراط خوبه، شادی خوب، اما یکی روی جوی باشه خب خیلی بهتره دیگه، آب روانی هم باشه. می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است. دیگه ما می خوردن خیلی لذت بخشه، اما اگر حالا یه بلبلی هم داره میخونه در کنار اون می خورده بشه خب باز بهتر. عیش است بر کنار سمنزار خواب سو، نی در کنار یار سمنبوی خوشتر است. دیگه توی بستان، گلستان و بستان جای خیلی خوش آب و هوا، بله خیلی خوبه که به سلام ما صبح اونجا آدم خوابش باید، خواب صبح باید بدونی که خیلی هم شیرینه دیگه، میگه خیلی خوبه. اما نه، از اون بهتر اینه که انسان در کنار یار سمنبوی باشه، یاری که مثل گل، بوی پیکرش مثل گله، اونجا در کنار او آدم بخوابه بیشتر بهش خوش میگذره. خواب از خمار باده نوشین بامداد بر بستر شقایق خوش روی خوشتر است. میگه اگر ما بخوایم خواب از خمار باده، یعنی کسی که میخوابه از خماری باده صبحگاهی، اما اگر اون خیلی خوبه میچسبه، اما اگر در کنار روی بستری از گلهای شقایق این خواب صورت بگیره طبیعتاً باز بهتر. روی از جمال دوست به صحرا مکن که روی در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. میگه رو تو از روی دوست به سوی به اصطلاح صحرا مکن، زیبایی های طبیعت. میگه این زیبایی طبیعت بل کن، نگاهت به روی دوست باشه، زیرا که در روی همنشین وفاجوی خوشتر است. اون دوستی که معشوق من هستش وفا هم داره، بنابراین چشم در چشم او داشتن بسیار زیباتره که و بیشتر خوش میزنه به انسان. بعد میگه که آواز چنگ مطرب خوشگوی گو مباش، ما را حدیث همدم خوبی خوشتر است. میگه بله آواز چنگ مطرب خیلی خوبه، ولی اونو بگو نمیخوام. چی رو میخوام؟ من دوست دارم در کنار سخن همدمان خوشخوی قرار بگیرم، اونهایی که سخن از عشق و دلدادگی و زیبایی و جان به سلام عاشق صحبت میکنم. بعد میگه که گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان، بر عارضین شاهد گل روی خوشتر است. میگه بله سبزه که به اصطلاح سبزه دیگه چمن، در اطراف گلستان که از خوب زیباست، اما سبزه حالا اینجا این سبزه به اصطلاح اون مویی است که در اطراف صورت معشوق وجود داره. میگه ولی اون مویی که در اطراف صورت معشوق داره خیلی زیباتره از دیدگاه من. باب از نسیم باد زره روی گشته گیر، مفتول زلف یار زره موی خوشتر است. این به سلام این با آب از نسیم باد زره یا زره روی، من این باد زره زره رو نمیدونم، خب زره یعنی زره، ولی ما در شاهنامه یه رودخانه داریم، رود زره رود داریم که در همون منطقه دور و برای جیهون و اونجا در منطقه توران مثلا چیز داشته، جریان داشته، که تو اون داستان گیف که میخواد بره و کیخسرو رو نجات بده به آب زره و آب زریون و رود جیهون، اینا همه ازشون اسم برده میشه اونجا. برای میگه که بادی که از کنار رودخانه است حالا میاد، خب خیلی نسیم خنک، خیلی هم جالبه، اما اینا رو بلش کن، مفتول زلف یار زره موی خوشتر است. ما یار زره موی یا این ترکمن ها من خوب یادمه توی گرگان من یه دوره اونجا تدریس میکردم، قزاق ها به خصوص یه دهی بودن قزاق اونجا زندگی میکردن، آقای اونجا دیده قزاق ها رو، امیرخان اونجا بوده، قزاق ها دخترای قزاق همیشه یه ویژگی خیلی خاصی داشتن و
و این بود که اولا یه جلیقه مخملی قرمز رنگ زیبایی به تنشون میکردن، لباسای بلند داشتن، آستیندار بود و یه جلیقه خیلی قشنگ قرمز رنگ معمولا تنشون هم و دو تا رشته مو همیشه بافته بود از به صلاح سرشون میمد با این که از روی شونهشون میمد روی سینهشون، بلند بود تا کمرشون معمولا میرسید. این بافته خیلی به صلاح جذابه. به هر حال اینجا به اون اشاره میکنه، میگه که این اونا رو ول کن، این زلف مویی که به سلام بافته شده و بسیارم محکم هستش، مفتول به قول معروف مثل آهن، این خیلی زیباتر. بو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش، ما را مقام بر سر این کوی کشته است. میگه که فکر کن که یه جایی باشه که یه بستانی باشه که به زیبایی بهشت باشه، ضمناً یا به اصطلاح چشمه‌ای هم در اون بستان باشه که مثل آب کوثر باشه، چشمه به این زیبایی. میگه اینا رو ولش کن، ما را مقام بر سر این کوی خوشته است، من دوستم در حضور تو باشم تا اینکه تو اون باغ و تو اون چشمه‌زار بخوام باشه. یعنی همش بحث از این میکنه که همه زیبایی ها هست ولی یه چیزی از اون زیبا داره و اون حضور در به اصطلاح در کنار یار و معشوق. سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار، سعدی جفا نبرده چه دانی تو قدر یار، تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. میگه جناب سعدی، خطاب به خودش میکنه که خطاب به همه ما هستش دیگه، میگه ببین تو تلاش نکنی، جفا نبینی، سختی نکشی در مقام رسیدن به دوست، قدر دوست را نمیدانی، تحصیل کام دل به تکاپوی خوشتر است. تو وقتی حضور در مقام دوست رو لذتش رو درک میکنی که در این وادی چیکار کرده باشی، تلاش کرده باشی، زحمت کشیده باشی و اون موقع به یار برسی. من یه دونه دیگه غزلم برای شما بخونم دیگه بخش سعدی رو به پایان میبرم. به 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 چقدرم قشنگه، خیلی کوتاه و قشنگ. ای که از سرو روان قد تو چالاکتر، دل به روی تو ز روی تو طربناکتر است، دگر از حربه خونخوار اجل نندیشم، که نه از غمزه خون ریز تو ناباکتر است. ببینید داره با معشوق صحبت میکنه، خیلی زیباست. دقت کنید که انگار در نظر بگیرید که سعدی نشسته و معشوق در مقابلش، منتها اینجا به نظر من این عارفانه است. حالا آدم میتونه بگه که خب حالا زمینی هم این رو ترجمه کنه، فکر کنید که معشوقش در حضورشه و با معشوق زمینی خودش صحبت کنه. میگه ای که از سرو روان قد تو چالاکتر است، دل به روی تو ز روی تو طربناکتر است، دگر از حربه خونخوار اجل نندیشم، که نه از غمزه خون ریز تو ناباکتر است، چوس بوده است مرا کسبت معنی همه وقت، باز بر قامت زیبای تو چالاکتر است، نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند، دامن دوست به حمد لحظان پاکتر است، تا گل روی تو در باغ لطافت بشه گفت، پرده صبر من از دامن گل چاکتر است، پای بر دیده سعدی نه اگر بخرامی، که به صد منزلت از خاک درد خاکتر. این دیگه نهایت به نظر من لطافت در معاشقه است دیگه، از این قشنگتر آدم چی میخواد بگه؟ دیگه ای که از سرو روان قد تو چالاکتر است، میگه قد تو از سرو خرامان چالاکتره، یعنی معشوق به سرو تشبیه کرده و زیباتر و مثلا با زیبایی بیشتری هم قدم برمیاری از سرو، دل به روی تو ز روی تو طرفناکتر است، دل من و
وقتی به روی تو نگاه میکنه بسیار طربناک میشه، بسیار شاد میشه. دیگر از حربه خونخوار عجل نندیشم، من دیگه از حربه عجل نمیترسم که نه از غمزه خون ریزتون آباکتر است. میگه غمزه چشم تو از به اصطلاح حربه خونخوار عجل چیه؟ خون ریزتره. بنابراین من در حضور تو دیگه از مرگ نمیترسم. چوس بوده است برای کسبت معنی همه وقت. بگه من خیلی اهل معنی بودم، خیلی اهل درک و شعور بودم، باز بر قامت زیبای تو چالاکتر است. اما وقتی که به قامت زیبای تو نگاه میکنم مفاهیم به سلام جهان طبیعت رو بهتر درک میکنم. این معلومه که یه حالت کشف و شعور بودم. بعد میگه نظر پاک مرا دشمن اگر طعنه زند، دامن دوست به حمدالله از آن پاکتر است. میگه بله من نظر پاک دارم، دشمن ممکنه به من طعنه بزنه، ولی دامن دوست من، دامن معشوق من به حمد خدا پاک است. بنابراین نمیتوانند به تو و به من وصله ناجور بچسبونند. تا گل روی تو در باغ لطافت بشه گفت، پرده صبر من از دامن گل چاکتر است. میگه تا گل روی تو ظاهر شد، دامن صبر من مثل گل پرپر شد، یعنی دامن صبر من چاک چاک شد در به اصطلاح خواهش از دیدار تو. پای بر دیده سعدی نه اگر بخرامی، که به صد منزلت از خاک درت خاکتر است. میگه که اگر لطف بکنی پای تو بذار روی چشم من، زیرا که چشم من خاک پای توه و من در مقابل تو اینقدر خودم رو کوچک میبینم. پای بذار بر روی چشم من و پیش من بیار. این شعر رو هم میشه زمینی به اصطلاح ترجمه کرد و برداشت کرد و هم میشه آسمانی و عرفانی، که حالا این دیگه برمیگرده به شوق و ذوق کسانی که در این وادی هستن. خب من حالا یه استراحتی به شما بدم، استاپ شیر بکنم، برگردم حضور دوستان بسیار عزیز ارجمند خودم در زوم. بله من خدمت دوستانی هم که باز جدیدن توی زوم به ما پیوستن عرض سلام و ارادت و احترام دارم. خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. آمادگی دارم که اساتید بزرگواران اگه نکته‌ای از نظر ادبی یا چیزی که من احتمالاً نتونستم خوب بیان کنم، خصوصا راجع به اون آب زره من یه کمی مشکل دارم، اگه اون رو دوستانی که اهل فن هستن، جناب استاد علایی، جناب فرهنگ و سایر دوستان، خدمت جناب ادیبم سلام خاص عرض دارم، جناب ادیب بزرگوار در خدمت هستم. جناب استاد علایی، جناب فرهنگ، اگه نکته‌ای هست بفرمایید. عرض شود خدمتتون که این مصرع آخر که به صد منزلت بله بله این به صد منزلت بود جناب به صد منزلت بله. پای بر دیده سعدی نه اگر بخرامی، که به صد منزلت از خاک درت خاک است. یعنی یعنی خیلی دیگه از خاک در تو خیلی مثلا پایین تر دیگه. چشم من از خاک به اصطلاح درگاه تو ارزشش پایین تره، میتونی پای بر چشم من بگذاری. بله من اونو میخواستم اگر دوستان اگر اینو بتونید برای من دیگه که دوباره بیارین آقای دکتر اون شعر رو آب زله به نظرم یه جور دیگه باید بخونیم. البته ببرم من حقیقت رو این یه خوده گل دارم آب زله اینه کدوم اونو بزرگش کنیم ما ببین. آها بله 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 دارم میخوام بزرگش کنم ولی نمیدونم ولی این نیست آخه اینجا نیست. نه این نیست، نه اون یکی بعدی بود آره. قبلی بود. آب زره کجا بود؟ آها نمیتونم پیداش کنم، نمیدونم توی کدوم شعر. نه این نیست، نه اینم نیست، این شماره چنده؟ 65. نه
اینا نیست. الان پیداش میکنم. یه لحظه. من خب این وسط ها هم بود. الان یادم نیست کجای این شعره بود. آره نمیدونم. من خودم هم آب زره نمیدونم فلان. مثل که سعدی نمیخواد ما درگیر بشه. اینه آشش. آب از نه. بله. ببخشید یه دقیقه دیگرش داریم. همینه دیگه. بله. اینه. اینه من خودم هم روش مشکل داشتم. آب از نسیم باد زره روی گشته گیر مفتول زلف یار زره مود کشته. اینش مشخصه. مفتول زلف یار زره مود کشته مشخصه. اما این آب از نسیم باد زره روی گشته گیر. من حالا این که احساس هم اینه که بادی که از روی آب رودخانه زره عبور میکنه و لطافت و به اصطلاح طربناکی داره میگه اینه مهم نیست ولی مفتول زلف یار زره موی خوشتر است. بافته زلف یاری که موش خیلی هم محکمه اون زیباتر. من اینجوری فهمیدم شعر رو. گفتم اگر دوستان در این وادی میتونن توضیح بهتری بدن ممنون میشم. متشکرم آقای دکتر. مرسی. خب برگردیم میگم حالا خدمت دوستان بزرگ و ببینیم که به 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 خانم فریما اینجا داریم و سایر دوستان. خانم فریما فعلا با دستمون به شما میرسه. لطف کنید که یه شعر قشنگی بسامو بخونید. خانم شهرزاد عزیزمونم که اینجا هستن ایشونو حتما محبت میکنن یه شعری بسامو خواهم. شما اول بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضرین در جلسه و با عرض خسته نباشید جناب آقای دکتر چشی. خواهش میکنم. لطف دارید. من با اجازتون غزلی از حافظ بزرگ رو در درگاه راست پنجگاه بخونم. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت. در نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بی موز بود و منت هر خدمتی که کردم. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا. در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا. سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمز ما را خون خرد و می پسندی. چشمت به غمز ما را خون خرد و می پسندی. گیانا روا نباشد خون رید را حمایت. چشمت به غمز ما را خون خرد و می پسندی. جانا روا نباشد خون رید را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود. از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت.
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. زنهار از این بیابان این راه بی نهایت، ای آفتاب خوبان می جوش کدن درونم. یک ساعتم به گنجان در سایه عنایت، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت. گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت، بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم. یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. خیلی متشکرم. بسیار عالی، بسیار عالی. دستتون درد نکنه. عالی. خیلی متشکرم. این یکی از غزل‌های زیبای حافظه که من خیلی خیلی دوست دارم. بسیار. نه حافظ، این شعر. گفتن از حافظ میخونه. گفتم از حافظ بزرگ. بله ایشون فرمودن از حافظ بخونم، در راست پنجگاه هم گفتید ظاهرا. کامل اتفاقا شعر رو هم معرفی کردن، خیلی هم قشنگ. بله حافظ بزرگ. بسیار عالی. بعد جناب مهندس طالب خطیبلوی عزیز، سلام عرض میکنیم، حالتون چطوره؟ سلام از باست، حالتون خوبه؟ صدای من دارین؟ متشکرم. چیزی من یه دونه انانسمنت داشتم فقط میخواستم بگم. ما میدونین که نیپاک الان بکنم نزدیک 2 سالی هست این کلاس ها رو چیز میکنه و اینا، و اگر دوستان میخوان نیپاک رو پشتیبانی بکنن، ما برنامه های چیز گذاشتیم. این پرچم های نوروزی رو از هفته دیگه قراره در شهر ایرواین جلوی فرودگاه و نزدیک اولسون چویس و اینا بذارن، و ما این برنامه رو متقبل شدیم. کسانی که میخوان پشتیبانی بکنن نیپاک میتونن برن رو وبسایت ما، پرچم به اصطلاح دونه $100 هست، اسپانسر کنن. اگر این کارو بکنن اتوماتیکمان عضو نیپاک هم خواهند شد. اگر کسایی که بیزنس داشته باشن میتونن 3 تا پرچم بگیرن و ما میتونیم اسم و به اصطلاح لوگوی بیزنسشون رو وبسایت بذاریم به عنوان قدردانی. به هر حال این یه موقعیتی است که من گفتم باهاتون در میون بذارم. بسیار. و شما اون وبسایت نیپاک رو لطفاً توی چت بذارید آیه مهندس. nipak.org چت میذارم. بذارید که ای دوستانی که بودن علاقه من بودن دیگه. بله بسیار. بسیار. مرسی، ممنونم. خواهش. خیلی ممنون. به هر حال ما از نیپاک هم واقعاً تشکر میکنیم. این برنامه رو نیپاک داره اسپانسر میکنه و به هر حال هزینه‌هاشو پرداخت میکنه بابت همین به هر حال زوم و امکاناتی که در اختیار قرار دادم. برای من خیلی ممنون هستم. جادر تشکر بکنم از محسن نیپاک. خب عرضم به خدمتتون که دوست جناب استاد علایی راجع به غزلیاتی که خوندیم نکته‌ای دارید که بفرمایید جناب فرهنگ ما استفاده کنیم. اجازه بفرمایید. بفرمایید. آرایه های خیلی جالبی بود در غزل اول. بله. یکی مهر و مهر بود. بله مهر و مهر. که جناس بود، دشمن و دوست تضاد، عشق پرده در رس، هم کنایه دارد هم تشخیص. یعنی عشق راز آشکار میکنه. بله. این کنایهش پرده در بودنش تشخیصه. یکی خیلی بکار برد و خیلی جالبه، بهش میگیم متناقض نما یا پارادوکس. بله. غایب در نظر.
قایب در نظر پارادوکس پراکنده مجموع پراکنده مجموع خیلی جالب زیاد به کار برده بود و خیلی ظریف و خوب همونطور که حافظ میگه کسب جمعیت از اون زلف پریشان کرده کسب جمعیت از اون زلف پریشان کرده پارادوکس یا متناقض نماست در غزل دیگه غزل دوم سیاهی و سپیدی آتش پرده در از باد کنایه شیرین و تلخ تضاد مستسقی همون طور که شما فرمودی مرض قنده بله. مریض هرچی آب میخوره سیر نمیشه مستسقی لولو بله. دریا مراعات نظیر داشت که فرمودی کی مخت همونطور که توضیح دادی از کفل حیوانات یک زیلوهای درست می کردن کی مخت خار پشت ز سنجاب خوشتر است بله. سنجاب خیلی ظریف و نرمه ولی کی مخت زبره همونطور که فرمودی در کنار معشوق اگر بسترم خیلی بد باشه باز زیبا میشه بله. یکی راجع به این بود که در روی آب در گلستانم اگر یادمان باشه سعدی در گلستان فرموده بود که شیخ ما وضو می گرفت داشت غرق می شد یکی گفت ای شیخ تو کسی بودی که در روی دریا حرکت میکردی بدون اینکه خیس بشی که شعرش هم همینه یکی پرسید از اون گم کرده فرزند که ای روشن روان پیر خردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی گفت احوال ما برق جهان است گهی پیدا و دیگر دم نهان است گهی بر طارم اعلا نشینیم گهی بر پشت پای خود ندیدیم نبینیم در حالت عرفان گفت ما او حالت عرفانی من بوده که حالت معجزه داشته همونطور که شمس تبریزی میگن بر روی آب حرکت میکرد و خیس نمیشد این قسمت توضیحی راجع به اون حالا بیتش نمیدانم کدام بیت بود بله عرض بنده همین ها بود اگر استاد علایی استاد علایی یه جا چشم و بصر رو به کار برده بود اول چشم رو به کار برده بود نیم بیت دوم بصر رو به کار برده بود بصر عمیق تر بود آره همین میخوام ببینم این نظر مثل آرای ادبی چی میشه چشم اولی ظاهر بود چشم ظاهری بله. در حقیقتش بله. ولی بصر دوم مجاز به معنی بینایی بصیرت خب منم همینجا درست خیلی ممنون مرسی هر شود منم یه نکته ای دارم که در بله. مقطع غزل اول گفت که ما سرینک نهاده ایم به تو ما سرینک نهاده ایم به تو تا خداوندگار را چه سر است این دو تا سر با هم متفاوته ما سرینک نهاده ایم یعنی سرمون رو گذاشته ایم سر اطاعت بله تا خداوندگار را چه سر است یعنی اون سر دوم یعنی چه اراده ای داره چه خواستی داره این دو تا اگر سر وقتی که به عنوان این سر به کار میره میگیم در جایگاه اصلی کلمه است اون دومیش میگیم در جایگاه مجازیه یا در غزل دیگه میگه دستم نداد قوت رفتن به پیش یار چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم دست یعنی اون معنی دست رو نمیده یعنی میگه برام امکان نداشت
میسر نشد. دستم ندار قوت را. اینو میگم دست در جایگاه مجازی. و گاهی بسیار ترکیب قشنگ اینا رو به کار میبره. در غزلی که مطلعش هست بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده بر شمایل خوب تو بنگریم، شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. بعد میرسه به این بیت، ما را سری است با تو. ببینید سه تا سر اینجا آورده، ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. ما را سری است یعنی ما را اراده است، ما را نیتی است. ما را سری است با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود. اینجا در جایگاه اصلیه، هم بران سریم، هم بران نیت و عقیده ایم. یعنی ترکیب اینا را به پشت سر هم آورده. و در غزل دیگه هم میگه که سران ندارد امشب که براید آفتابی، یعنی قصدی نداره. این جایگاه مجازی. یا حافظ هم میفرماید بر سر آنم که گر زده است براید. این همه جایگاه مجازیه برای سر. خیلی قشنگ، بسیار عالی، بسیار عالی. یه جا هم میگیم طرف رو دست به سر کردن. بله این هم یه مفهوم دیگه یه عصبی سره. بله این هم مفهوم درش کرد. بسیار آره، میگیم من سر آن دارم که این کار رو بکنم. توی ادبیات قدیم این بوده دیگه، من سر انجام چنین کاری دارم. خب بسیار عالی بود، دستتون در نکنه، واقعا آموزنده بود و لذت بود. خب حالا وقتش که از شهرزاد خانم خواهش کنیم برامون یه چیزی بکنند، یه شعری بخونند. شهرزاد خانم تشریف دارید؟ بله جناب هستم. من خانم پوران رو هم میبینم که توی به اصطلاح زوم ما هستن، حالا بعدا از ایشون هم بعد خواهش کنیم که برای اون آواز بخونند. شهرزاد خانم در خدمتون هست، بفرمایید. خواهش میکنم. یه سروده از شاملوی بزرگوار براتون میخونم. از کی؟ شاملو، احمد شاملو. بله. به نام افق روشن. روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است. روزی که دیگر درهای خانه هاشان را نمی بندند. قفل افسانه ایست و قلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است. تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی. روزی که آهنگ هر حرف زندگی است. تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم. روزی که هر لب ترانه ایست تا کمترین سرود بوسه باشد. روزی که تو بیایی، روزی که تو بیایی برای همیشه بیار و مهربانی با زیبایی یکسان شود. روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزی و من اون روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم. بله بله، قشنگ، مرسی، دستتون درد نکنه. عالی. من این رو به خاطر این جریانات اخیر بخواستم شعری عاشقانه بخونم، ولی با دیدن یک کلیپی به قدری هوا موض شد که متاسفانه دنیایی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم دنیای زیبایی ها نیست متاسفانه. بله، فقط آرزوش رو باید بکنیم در بعد سیاست بخصوص بسیار دنیای خشنیه. خدا آخر عاقبتمون رو بخیر کنه. خب عرضم به خدمتتون که خانم پوران تشریف دارید؟ سلام عرض میکنم خدمتی همه شما استادی. سلام عرض میکنم جناب آقای چایچی. من یه دنیا معذرت میخوام، من فردا عازم ایران هستم و به خاطر این نتونستم که زودتر بیام.
ولی حاضرم براتون یه شعری هم بخونم. خیلی هم عالیه. ممکنه نتونم. ما دو تا انتخاب داریم، یا اینکه بگیم همین الان بخونید، یا اینکه بذاریم روغنشو به شما بدیم، یعنی آخرش هر چیزی خودتون تصمیم بگیرید. من واسه من فرمان شما هر وقت بخونید واسه ما جذابه. خیلی متشکرم. آمادگی دارید الان بخونید؟ الان بخونید. اگه نه که بذارید پس اگه بله اگه اجازه بدید که من بخونم، در ضمنی که خوندم و به هر حال به شما هم گوش میدم و در ضمن من میخوام یه پکیجینگ نم انجام بدم برای فردا که عازم سفر هستم. بسیار. پس شعرتون رو بخونید که خیالتون راحت بشه. بله خیلی متشکرم، ممنونم. این آهنگ از مرضیه است، ولی چون عجله کردم و آمادگی ندارم، نمیدونم کی گفته کی خونده، میدونیم کی خونده مرضیه، ولی در چه دستگاهی هست اینا رو من فعلا ندارم، ولی به هر حال میبخشید خودتون میتونید دنبالش برید و پیدا کنید. شاعر ترانه سروش دارید کی بوده؟ نه متاسفانه میگم داشتم، توی کاغذایی داشتم، ولی الانی که بخوام براتون بخونم الان ندارم متاسفانه. ولی ما آدم های آگاه علمداری زیاد داریم. خانم فریما هستم، خانم شهرزاد هستم، آقای جناب فرهنگ، استاد علی، این همه شعرشناس هم بگیر. خیلی متشکرم، ممنون. ای گل تو جلوه این بستان بودی، مرضیه خانم. ای گل جلوه این بستان بودی، وصلت بر تن عاشق جان بودی، در این هر تو به لبخند شیرین، ای مه درد مرا درمان بودی، ای گل جلوه این بستان بودی، وصلت بر تن عاشق جان بودی، در آن هر تو به لبخند شیرین، ای مه درد مرا درمان بودی. بازا که یار من تو بودی، بهار من تو بودی، رفتی در این دیار بیقراران، قرار من تو بودی، رفتی. ماه تابانم جان تو بودی، رشته جانم جان تو بودی، عاشق زارم ای گل تو کردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شبهای تاریک در شبستانم جان تو بودی. ای گل جلوه این بستان بودی، وصلت بر تن عاشق جان بودی، در آن هر تو به لبخند شیرین، ای مه درد مرا درمان بودی. با تشکر. عالی. با عجله بودم همشون. در حال عید شما رو تبریک میگم. من نیستم که در کنار شما در جمع شما باشم، ولی بعد از عید برمیگردم. انشاءالله هر جا که هستید سالم و موفق و شاد و پیروز باشید. تشکر میکنم بارد. همچنین برای همین. مرسی متشکرم. خیلی هم شعر قشنگی خوندی. چقدر این شعر خیلی یادم هست، اون ما جوون بودیم اون زمان ها اینا رو میخوندم و بسیار محبوب بود این آهنگ، بسیار محبوب بود. من شخصا خودم مرضیه رو خیلی دوست دارم و صداش خیلی علاقمند هستم، به خصوص اینم خیلی از اون شعرهای بسیار زیبا و لطیفی بود که بود. نمیدونم والا شاعرش کیه، رهی معیری بود میتونه فکر میکنم آثار همایون خرمی فکر میکنم از آهنگساز شاید مثلا علایی مثل که یه چیزی گفته. بیشتر ترانه های مرضیه
مرحوم رهی معیری میبود. آفرین. منم همین شک رو کردم، گفتم احتمال میدم از رهی معیری باشه. به هر حال بسیار عالی بود، دستتون درد نکنه. عالی بود، عالی بود. خب من با اجازهتون حالا یه اسکرین شیر بکنم و بریم سراغ جناب مولانا و حافظ بزرگوار. خب بیایم اینجا ببینیم که این حافظ من یه دونه مولانا غزل 1324 من چک کنم. بله خودش مولانا میفرماید که برخیز خواب و ساز کن چنگ، کن فتنه مه ازار گل رنگ. نی خواب گذاش خواجه نی صبر، نی نام گذاش خواجه نی ننگ. بدرید خرد هزار خرقه، بگریخ ادب هزار فرسنگ. اندیشه و دل به خشم با هم، استاره و مه ز رشک در جنگ. استاره به جنگ که از فراقش این عرصه چرخ تنگ شد تنگ. مه گوید بیز آفتابش تا کی باشم ز چرخ آونگ. بازار وجود بی عقیقش بو باش خراب سنگ بر سنگ. ای عشق هزار نام خوش جام، فرهنگ ده هزار فرهنگ. یا عشق هزار نام، ای عشق هزار نام خوش جام، فرهنگ ده هزار فرهنگ. بی صورت با هزار صورت، صورت ده ترک و رومی و زنگ. درده ز رحیق خیش یک جام، یا از زر خیش یک کهوی بنگ. بخشا سر خم را دگربا، تا سر بنهد هزار سرهنگ. تا حلقه مطربان گردون مستانه برآورند آهنگ. مخمور رهد ز قیل و از قال، تا هشت چو هشریان بود دنگ. آه چی گفت مولانا؟ اگر این از اون به اصطلاح غزل ها و اشعار سهل ممتنعه انصافا، یعنی اگه بخوای بحث بکنی خیلی جای بحث داره، اگه بخوای همطوری فقط روتین رو ساده ترجمه کنی خب بله میشه. برخیز خواب و ساز کن چنگ، کن فتنه مهزار گلرنگ. نی خواب گذاش خواجه نی صبر، نی نام گذاش خواجه نی ننگ. چه اتفاقی افتاده؟ یک مه گل ازار گل رنگی، یک معشوقه زیبایی بلند شده و نه خواب برای خواجه گذاشته، نه نام گذاشته، نه ننگ گذاشته برای خواجه. حالا میگه برخیز خواب و ساز کن چنگ، داره به خواجه میگه که بلند شو از خواب و ساز خودش رو یا چنگ خودش رو ساز کن. با همراه این مهزار گلرنگ چگاه کن؟ هماهنگی کن، زیرا این مهزار گلرنگ نه خواب برای گذاشته واسه ما، نه صبر گذاشته، نه نام و نه ننگ. یعنی همه چیز ما رو به باد داده، اون معشوق زیبا همه چیز ما رو به باد داده. بعد میگه بدرید خرد هزار خرقه، بگریخ ادب هزار فرسنگ. اندیشه و دل به خشم با هم، استاره و محض رشک در چنگ. میگه با این حضور این محبوب به صلاح فتنه مه ازار گل رنگ، در حضور او خرد خرقه خودشو پاره کرده، ادب هم هزار فرسنگ فرار کرده رفت. این چی؟ وادی عقل و خرد و ادب و روابط روتین انسانی نیست، وادی عشق و دیوانه نیست. بعد میگه اندیشه و دل به خشم با هم، اندیشه و دل با هم میگه در جنگ. اندیشه نماد عقل، دل نماد عشق، میگه این دوتا با هم در جنگ گفتن. استاره و مه ز رشک در جنگ، ستاره و مه هم با هم دیگه در حال جنگ شدن. استاره به چنگ به جنگ، که از فراقش این عرصه چرخ تنگ شد تنگ. میگه ستاره در فراق این به صلاح محبوب فتنه مهزار گلرنگ در حالت جنگ اتفاق افتاده. برای چی؟
برای اینکه میگه عرصه بر این ستاره چی شده؟ تنگ شده. حالا دوستانی که در وادی به اصطلاح نجوم و اینا هستن میدونن، میگن که حالا حداقل این آسمانی که ما میتونیم ببینیم 500 میلیارد سال نوری قطرشه، تقریبا 500 میلیارد سال نوری، دقت کنید. میگه که این ستاره ها جا برشون تنگ شده وقتی که این معشوق آمده و تمام این جهان رو در خودش گرفته، ستاره ها جا برشون تنگ شده. بعد میگه مه گوید بیز آفتابش تا کی باشم ز چرخ آونگ. خورشید، خورشید ماه میگه بدون حضور او من تا کی میتونم به صلاح به این چرخ گردون آویزون باشم و نور نداشتم، چون ماه از خورشید نور خودشو میگه. میگه اگه او باشه من نور دارم، او نباشه من نمیتونم نور افشانی کنم. بازار وجود بی عقیقش گو باش خراب سنگ بر سنگ. بازار وجود بی عقیق، بی عقیق به نظر من به صلاح بی قیمت معنی میده، یعنی اونقدر قیمتش بالاست که به صلاح بی عقیق اشاره میکنه، یعنی نمیشه قیمت گذاری براش کرد. یه وقتا دیدید مثلا میگن این الماس نمیشه روش قیمت گذاشت که چقدر میارزه، اینقدر ارزشی فراد غیر قابل قیمت گذاری. گو باش خراب بر سنگ بر سنگ. تمام بازار جهان هستی بدون وجود او خراب است، مثل ویرانه ای که سنگ بر سنگ خراب شده. ای عشق هزار نام خوشجان، فرهنگ ده هزار فرهنگ. بی صورت با هزار صورت، صورت ده رومی و زنگ، ترک و رومی و زنگ. حالا اینجا اون محبوب گل ازار فتنه گل ازار گل رنگ رو چیکار کرده؟ داره معرفی میکنه کیه؟ اون عشقه. ای عشق هزار نام خوشجان، فرهنگ ده هزار فرهنگ. ای عشقی که به هزار فرهنگ فرهنگ میدی، یعنی اصل فرهنگ تو هستی، اصل زیبایی تو هستی. بی صورت با هزار صورت، ای کسی که ای عشقی که صورت نداری اما هزار جلوه داری. صورت ده ترک و رومی و زنگ، ای کسی که تو به ترک و رومی و زنگی تو صورت میدی، یعنی اون خداوند رو داره اشاره میکنه که تو هستی که به همه زیبایی ها زیبایی میدی. درده ز رحیق خیش یک جام. رحیق به معنی باده صاف و های کوالیتیه، به قول معروف با کیفیت بالا شرابه. درده ز رحیق خیش یک جام، درده ز رحیق خیش یک جام. یا از زر خیش یک کفی، یا از رز خیش یک کفی بنگ. میگه به ما، به اون عشق داره میگه، خداوند رو به عشق تشبیه میکنه. میگه که از جام باده صافی خودت که همون جام شراب معرفته یه جام به ما بده بنوشیم، یا از رز خودت، رزم همون به صلاح درخت انگوره، یه کفی بنگ به ما بده که بکشیم. یعنی در هر دو صورت یه تجلی به ما بکن که ما رو از خود چگاه کنی؟ بی خود کنی، ما رو به وادی معرفت نزدیک کنی. بکشا سر خم را دگر با تا سر بنهد هزار سرهنگ. میگه سر خم به شراب خودت رو باز کن تا هزار سرهنگ به سلام مست دیدار تو بشن و سر خودشون رو به زمین بزن. تا حلقه مطربان گردون مستانه برآورند آهنگ. تا مطربان گردون سازنان این جهان هستی، این طرب انگیزان، طرب انگیزان، سازنان، طرب انگیزان. این همون چیزیست که در قرآن کریم بهش اشاره میشه که تمام ذرات عالم ثنای خداوند رو میگن. میگه تو دیگه سر خم به خودتو باز کن، سر مثلا اون خمره شراب خودتو باز کن تا طرب انگیزان جهان هستی با مثلا آهنگ تو رو بخونه، آهنگ ستایش تو رو به صداهای بلند بخونه. مخمور رهز زقیل و از غار تا هشت و هشریان بود دنگ. میگه مخمور، مخمور یعنی کسی که شراب خورده، خمر خورده، مست شده.
تا او اونایی که مست معرفت و عشق و شراب معرفت تو هستن از قیلقال رهایی پیدا کنن و تا حشر، تا از حالا تا حشر که زمان حشر هستش، مثل حشریان دنگ باشن. خیلی این نکته جالبه، دنگ بودن یعنی گیج و گول بودن. خیلی جالب، در قرآن کریم یه جا اشاره به این قضیه میکنه، میگه وقتی که اون در سور دمیده میشود و با فریاد اسرافیل همه از قبرها بر میخیزند، عده‌ای را میبینید که مانند مستانند و حرکت میکنند ولی مست نیستند. خیلی جالبه اینو من در یه صحنه توی تلویزیون تو زمان جنگ تو ایران که بودم اینو دیدم. یه صحنه یهوه نشون داد که این بچه های ما، بچه های سرباز های ما 7-10-15 نفر بودن، می اومدن مثل مستا، مثل تعادل نداشتن و تکون بخورن، مثل مستا را می رفتن. گفتش که اینا موج انفجار گرفتتشون، دقت کنید بمب در نزدیکیشون منفجر شده، خودشون طوری نشده بودن، ترکش های بمب نگرفته روشون، ولی اون چون می دونید که وقتی بمب منفجر میشه هوا رو به شدت میرونه، به قول ما یه موج انفجار ایجاد کنه و این موج انفجار درست مثل یک ضربه است وقتی با آدم میخوره. حتی من اینو تجربه کردم، توی جیپ که نشستی جیپ رو تکون میده موج انفجار، بمب یه جای دیگه منفجر شده و اصلا نزدیک شما هم نیست، ولی موج انفجارش یه جیپ رو از جا میتونه تکون بده و حتی ممکنه پرت کنه جیپ رو، در این حد. بنابراین اینو داره به اون خیلی جالبه که میگه روز حشرم یه دهی از این صدای وحشتناکی که پخش میشه وقتی از قبرها بلند میشن حالت مستا رو داره. بفهمید خواهش میکنم. این حالت همونطور که تردید من صدای شما رو میخوام بشنوم، اونهای شیمیایی در وجود بسیار یا جوان ها و اون شیمیایی بحث دیگه ایه ها، آمدن حتی به امریکا و بله. معالجه و من شاهد چند نفری در ایران بودم، بله، در آلمان حتی آمد، بله تو آلمان خیلی رفت. این جریان حافظ و منشوقه و اون حالت ها من سآل بفهم. آیا این حالت عرفانی نیست؟ اون که بحث، بله این عرفانیه، من اصلا دارم، بله این میگه که این کسانی که به سرا کلام حافظ و شاعر بین میگه، بله بله این شکی نیست، من فقط تمثیل کردم، گفتم که این که میگه تا هشت چو هشریان بود به سرا دنگ، در دور دنگ یعنی گیج، گیج خوابالود و گیج، میگه که میگه تو اون سر خنب شراب معرفت خودتو باز کن که اونهایی که مست میشن دیگه از خود بی خود بشن تا روز هشت. منظورم اینه، وگرنه اون که بله مشخص. خب یکی این، یه دونه دیگه غزل اگر فرصت بکنم از جناب مولانا بخونم، غزل شماره 1336. 1336 من قربان 1836 نه 1336 اینجا هست جناب عجیب، اینه بله 1336 اینه، خیلی قشنگه شعرش، هم خیلی قشنگ میگه حلقه زدم شبی در هوس، حلقه دل زدم شبی در هوس سلام، بانگ رسی کیست آن؟ گفتم من. مولانا. جلال الدین از دیوان شمس، غزلیات شمس، میگه حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، بانگ رسید کیست آن؟ گفتم من غلام دل، شعله نور آن قمر بیزد از شکاف در، بر دل و چشم ره گذر از بر نیک نام دل، موج ز نور روی دل پر شده بود کوی دل، کوزه آفتاب و مه گشته کمین جام دل، عقل کلر سری کند با دل چاکری کند، گردن عقل و صد چو او بسته
به بند دام دل. بعد میگه رفته به چرخ ولوله، کون گرفته مشغله، خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل، نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش، روح نشسته بر دلش می نگرد، می نگرد به بام دل، نیست قلندر از بشنک به تو گفت مختصر، جمله نظر بود نظر در خاموشی کلام دل، جمله کن مست دل گشته زبون به دست دل، مرحله ها مرحله های نه فلک هست یقین دو گام دل. خب میبینید که این غزل خیلی هم غزل زیباییه و اشاره به اصطلاح حضور عاشق در معشوق داره، در حضور عاشق در محضر معشوق داره. دیگه حلقه زدم، حلقه دل زدم شبی در هوس سلام دل، رفتم سراغ دلم، سادش دیگه حلقه دل زد، بانگ رسید کیست آن، گفتم من غلام دل، صدا اومد دل، مثل معشوق دیگه چون در دل هستش که عشق جای دیگه، میگه صدا اومد، گفت کیه، گفتم بنده غلام شما، شعله نور آن قمر میزد از شکاف در، میگه اون معشوق من که پشت تر بود از زیر در و از شکاف در نورش به ما میرسید، بر دل چشم رهگذر از بر نیک نام دل، بر منی که رهگذر بودم رفتم اون دم در دل، نورش به چشم ما میخورد، موج ز نور روی دل پر شده بود کوی دل، میگه نه فقط این نورش از زیر در و شکاف در میزد، کل کوی دل رو گرفته بود، یعنی نور اونجا رو گرفته بود، کوزه آفتاب و مه گشته کمینه جام دل، این نور عشق اونچنان بود که نور آفتاب و ماه محو شده بود در نور دل. ببین چقدر چه تعابیر رو به کار برده، اصلا آدم میمونه به خدا این حرف ها کجا میاد، این الهامی این کلام، عقل کند سری کند با دل چاکری کند، گردن عقل و صد چه او بسته به بند دام دل. حالا ببینید عقل رو در مقابل چی قرار داده؟ عشق قرار داده، میگه عقل کلر سری کند با دل چاکری کند، میگه عقل کل اگر به اونجایی برسی که در چاکری دل قرار بگیره، اون وقت میبینیم که گردن صد تا عقل و مثل عقل چی شده؟ در بند دام دل گرفته میشه. اینجا یعنی وادی عشق، وادی عقل نیست، وادی عقل نیست. بعد میگه رفته به چرخ ولوله، کن گرفته مشغله، خلق گسسته سلسله از طرف پیام دل، دیگه ولوله ای در جهان برقرار به پا شده، مشغله کن گرفته مشغله، کون و مکان دیگه بود و به سر حضور و تمام هستی مشغله گرفته، یعنی شلوغ شده، خلق گسسته سلسله از طرف پیام، خلقم سلسله ها رو پاره کرد، یعنی مردم هم چی شدن؟ دیوانه شد، یعنی در وادی کشف و شهوده، هیچ چیزی نظم به اصطلاح این جهانی رو نداره، داستان قوقایی در جهان برقرار شده. خب نور گرفته از برش کرسی و عرش اکبرش، روح نشسته بردنش می نگرد به ما بده، دیگه ببین این حرفایی که داره می زنه همش رویابینیه، می بینید همش رویابینه، معلومه که این آدم تو حال خودش نیست، یک توهماتی رو داره بحث میکنه، میگه نور گرفته از برش کرسی عرش اکبرش، نور این دل، نور عشق تمام جهان هستی در بر گرفته، کرسی و عرش اکبر او رو بر کرسی و عرش اکبر، یعنی اون سلطنت خداوندی دیگه، اون کینگدام خداوند، همه رو گرفته، روح نشسته بر درش مینگرد به بام دل، میگه روح حالا دو تا معنی، یا روح انسانی یا روح به معنی جبرائیله، میگه اینا نشستن و بر بام دل دارن نگاه میکنن، یعنی همه محو حضور خداوند هستن، همه محو حضور اون عشق لایتناهی هستن. بعد میگه نیست قلندر از بشر، نک
به تو گفت مختصر جمله نظر بود نظر در خاموشی کلام ده. میگه بابا من به عنوان یک قلندر بشری نمیتونم توصیف کنم اون چه که میبینم، این من خیلی مختصر دارم میگم، اون حدی که زبان من زبان قاصر من قادر به بیانه دارم حرف میزنم. میگه جمله نظر بود نظر در خاموشی کلام ده، میگه همش نظره، بصیرته، تو بصیرت میتونی این چیزا رو ببینی. در خاموشی سخن گفته میشود، اونجایی که تو برسی یعنی وادی حیرت. وقتی به وادی حیرت میرسی میتوانی اون عظمت نور عشق رو درک کنی. بعد میگه که جمله کن مست دل گشته زبون به دست دل، مرحله ها و نه فلک هست یقین دو گام دل. دیگه حالا کن یعنی جهان هستی، مست دل شدم، مست همون عشق هستم، گشته زبون به دست دل، در حضور دل عشق تمام جهان هستی پست، انقدر پسته که نه فلک که همین آسمان به اصطلاح بی انتهایی که گفتم حداقل فعلا میگم فقط 500 میلیارد سال به اصطلاح قطرشه، قطر یکی از کهکشانهاشه که بعدم میگم با سرعت زیادی کهکشانها همچنان در حال گسترش هستن و بزرگ شدن هستن، چندین مثلا هزار کیلومتر در ثانیه مثلا فلان، یه همچین با یه همچین سرعتی. میگه این نه فلک در حد دو گام دله، یقین اینقدر حقیره، دو قدمه فقط واسه ایده، خیلی خیلی قشنگه. خب بله بله عرضم تمام. بله یه شما بگم این حالت مولانا چندین سال پیش گفته شده، بله الانم بین من و شما و شما موجوده، بله تا اون شخص چی باشه از خود شما که وقت صرف میکنید با این حرارت بیان میکنی همین حالت شده. مرسی شما لطفه. من میخوام بگم یک اسراریه، بله من هفته پیش به طور بدون انتظار، بله بدون هیچ گونه انتظار یک جا دعوت شدم، بله اون شخصی که منو دعوت کرد من 3-4 سال پیش اون رو در هیچی دو دفعه تو این مجلس دیدم، این نمیدونم از کجا منو پیدا کرد و منو دعوت کرد و اصرار کرد که حتما من به خانه‌اش برم و بیاد از قبل من منو ببره. من یه قدری فکر کردم، فکر کردم و رضایت دادم. اون در من و در وجود خودش همین آلت رو پیدا کرد. شب دید وقت منو به خانه نزدیک رسون اصلا منو ول نمی کرد و من اصلا گریم گرفته بود که چقدر محبت خدا نزدیکه. احسن انشالله موفق و سالم باشی. متشکرم. و خداوند انشالله یک توفیقی بده به رؤسای اینجا این برنامه رو گسترش بدن. انشالله خیلی ممنونم از لطفش. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر. سلام عرض میکنم خانم پرنیان. بسیار متشکرم. خب من این شعرهای حافظمون هم بخونم و دیگه جلسه‌مون باید به پایان برسیم. میگه سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود، یکی پیر مغان بین که چما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود، دفتر دانش ما جمله بشویید به می که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود، از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود، دل چو پرگار به هر سو دورانی میکرد
من در آن دایره سرگشته پا بر جا بود. مطرب از درد محبت عملی می پرداخت که همی که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. می شکفتم ز طرب زان که چو گر بر لب جوی بر سرم ساقی آن سر به سهی بالا بود. پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خوبس نداد ار نه حکایت ها بود. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد که این معامل همه عیب نهان بینا بود. خیلی خیلی شعر قشنگی از حافظ. اولا که میگه سالها دفتر ما در گرو صهبا بود. صهبا همون باز شراب صاف سرخ رنگ بهش میگه صهبا. سالها دفتر ما در گرو صهبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. خب میگه دفتر ما، این دفتر ما منظورش به اصطلاح عقل و دانش ماست. میگه ما عقل و دانش و حیثیتمون در گرو صهبا بود. اینو گرو گذاشته بودیم که شراب به ما بدن و رونق میکده هم از درس و دعای ما بود. میکده، حالا باز میگم این از اون اشعاریست که میشه زمینی و آسمانی هر دو ترجمه کرد. میگه که رونق میکده از درس و دعای ما بود که وجود داشت. نیکی پیر مغان بود که چما بدمستان هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. پیر مغان، همینطور که قبلا هم گفته بودیم، حافظ به اصطلاح پیر مغان اون لیدرشه، رهبرشه. در جایی میشه این رو تعبیر به خداوند کرد. برای چی؟ برای اینکه میگه که لطف و کرم این پیر مغان اونقدر بالا بود که هرچی ما بدبستان خطا میکنیم یا میکردیم، او با کرامت خودش اون رو به اصطلاح زیبا میدید و میبخشید. دفتر دانش ما جمله بشویید به می که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود. اینجا این دفتری که اینجا قسمت اول میگه سالها دفتر در گروه صحبا بود، میگه دفتر دانش ما رو با می بشوید. یعنی علم و دانش در مقابل می الهی و عشق الهی جایگاهی نداره، شسته میشه و از بین میره. زیرا که من فلک رو دیدم که در قصد دل دانایان بود، اونایی که درک میکنن، بصیرت دارن و میشنن. متشکرم. از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. میگه از بوتان، از زیبا رویان، اون چیزی رو بخواه که اگر زیبایی شناس هستی، از زیبا رویان اون یه چیزی رو بخواه. اون چیز چیه؟ اون اینیست که به اصطلاح کسی که دانا بود و علم نظر داشت، یعنی بصیرت داشت، او به من او رو گفت. چی؟ یه چیزی که، یعنی مولانا میگه از خدا غیر خدا را خواستن ظن افسونیست معنی کاستن. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افسونیست معنی کاستن. میگه اگه از خدا غیر از خود خدا هر چیز دیگه بخوای ضرر کردی، خیال میکنی یه چیزی به دست آوردی، در واقع هیچی به دست نیاورد. اینجا میگه از بوتان آن طلبر حوض شناسی ای دل. ای دل، از زیبا رویان اگر زیبایی شناسی، اون چیز خاص رو بخواد. اون چیز چیه؟ اینه که کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. اینو به اصطلاح اون چیز رو، اون کسی که بصیرت داشت به من گفت. دل چو پرگاه و هر سو دورانی داد، وندران دایره سرگشته پا بر جا بود. میگه که دل من در دور معشوق به دوران در آمده است و در اون دایره سرگردانه و همچنان به دور اون دایره عشق داره، مثل پروانه‌ای که به دورشم میچرخه، دل من هم اونجا داره میچرخه. مطرب از درد محبت عملی میپرداخت که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. مطرب یعنی همون طرب دهنده،
مطرب عشق منظورشه، میگه از درد محبت از شدت عشق موسیقی رو مینواخت که حکیمان جهان چشماشون از خون میبارید، از شوق خون میبارید. میشه گفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی بر سرم ساوی اون سر به صحیبارا، میگه من از لب مثل گل بر لب جوی معشوق به اصطلاح میشه گفتم مثل گل، زیرا که بر سر من سایه آن سرو صحیبارا. سرو صحیبارا میتونه منظورش خداوند باشه، میتونه حالا اگر اونایی که بخوان زمینی اینو ببینن بگن که اون مثلا شاه شجاع یا نمیدونم معشوق مثلا چون سایش بر سر من. پیل گرلنگ منن در حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد ارنه حکایت ها. پیر گلرنگ من همون رهبر و لیدرش رو داره میگه، میگه که در مورد ازرق پوشان، ازرق پوشان اونایی که لباس کبود برتن میکنن، منظورش صوفیانه، میگه که پیر من لیدر من راهبر من به من رخصت نداد که با اونها برخورد زشت بکنم، وگرنه من با اونها حکایت ها دارم. یعنی در رد به سراغ صوفیان متظاهر داره صحبت میکنه. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد که این معامل به همه عیب نهان بینا بود. دیگه اون معشوق من قلب منو نخرید، قلب من رو معامله نکرد، زیرا که اون معامله گری بود که تمام عیب های نهان رو میدید. او تشخیص داد که قلب من، دل من قلبه، یعنی دروغینه، یعنی خالص نیست. آفرین. اینم به اصطلاح حسن ختام داستان امشب، چون دیگه وقتمونم داره میگذره. من امیدوارم که چون دوستانی که توی زوم هستن، توی روم هستن، باید بندگون خدا برن. بله، که میگه قربان که پروانه نیندیشد ز آتش، که جان عشق را اندیشه آر است. اینم یه خط از جناب مولانا. بله بله، سعدی هم گفت دیگه، گفتش که به اصطلاح دشمن پروانه پره بود، اگر آمادگی سوختن نداری بی زحمت حرکت نکن به سوی اون شم. دقیقا. بله، خیلی عالی، ممنونم جناب ادیب از صحبت بسیار جالب. اگر دوستان نکته ای کامنتی چیزی هست بفرمایید، وگرنه که ما دیگه، من خدا بزیم. خانم پرنیای عزیز ما اینجا تشریف دارم، یه شعر کوتاه برای ما میتونید بخونید؟ حتما. آقای دکتر، من مهمان هستم ولی از بس که علاقه به این برنامه دارم اومدم یه اتاق کوچیک نشستم که اینها رو گوش کنم. مرسی. حتما یه چیز کوتاه میخونم. بله، بزرگواری شما. خواهش میکنم. پس یه شعری بخونید که دیگه حسن ختام برنامه ما هم باشه. نام این شعر هست آزاده بشو. آزاده نکته... بله. نکته آموختم از پیر که آزاده بشو، در ره عشق و وفا گوهر یک دانه بشو، خون دل خوردی اگر عمر تو برباد شده، چند جامی ز شراب آر و پریزاده بشو، کوزگر در پی فرصت که بسازد گل تو، حالیا کوزه پرنقش و پر از باده بشو، غم کمین گرده ز هر سو ببرد خاطر تو، خاطر آسوده بدار ای گل و افتاده بشو، گل لطیف است و ظرافت فکند در خاکش، خصلت گل به طلب یار و تو افتاده بشو، پرنیا غم مخورین چند صباح آخر، بند اندیشه خود باز کن آزاده بشو. به به، چقدر شعر قشنگی بود، مرسی، دستتون درد نکنه. عالی، تشکر میکنم از خدمت.
رومیان هم شما رو تشویق کردن خانم پرنیای عزیز. مرسی، لطف دارن همه این لطف دارن به همین خاطر که ما دلمون نمیاد که این برنامه ها رو از دست بدیم. خدا شما رو حفظ کنه. برحال خیلی ممنونم مجدداً از حضور رومیان و زومیان عزیز و همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم و هفته آینده قرار شد که ما دیگه توی چیز نباشیم، توی روم نباشیم، فقط از زوم به اصطلاح برنامه رو انشالله با امید خداوند ادامه خواهیم داشت و در خدمت دوستان خواهیم بود. خیلی متشکرم از لطفتون، همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم و مجدداً تشکر بود. خدا سن عاشق را دکتر سیار علی، خدا خیلی عالی، مرسی عالی، مرسی.